د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام جوړی ته خراغلاس نن د افغانستان مقامات او د امریکا مقامات سره کېناستل چې د امنیتی تړون تطبیق باندې فکر وکړي مغه د پاره تمړنه غونډه وو یو څو کمیټې هم جوړ کړل چې څنګه تطبیق شوه کنه وزارت دفاع کې څه قصې روان دي مالی مصارف او خبري نو زمونږ بحث هم په دې اړه دی چې دغه امنیتی تړون چې دلې شکایتونه او انتقادونه ور باندې و چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې نه منعکس شوې لیکن بیا هم په کم ترتیب چې بیا هم هغه تطبیق شوی دی او کنه او اوس چې موږ کوم وضعیت کې دغه امنیتی تړون په خپل ځای شته کنه یا په خپل ځای باید پاتې شي او که تغییر وخوري یو بل تړون او یا یو بل بدلون ته موږ ضرورت لرو په دې باندې باسکو په دغه باسکو موږ سره ملګری دی ښاغلی ډاکټر صاحب لطیف نظری د پانتون استاد زمونږ بل ملمه دی ښاغلی سبحان الله مصباح مصباح صاحب د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال دی او زمونږ دریم ملمه دی استاد موسی فریور فریور صاحب د افغانستان د حقوق او د سیاسي علومو د پنځي استاد ستاسو مشه په خبره علي جناب نظری صاحب امروز جاولین جلسه مقامات افغانی و امریکایی بود که ایره ببینن که توافقنامه امنیتی تطبیق شده یا نه انتقاداتی که دی و کمبودایی که داری توافقنامه سو بجای خودش لیکن حتی چیزی که داری توافقنامه است پاکستان چند بار تجاوز کرد پاکستان مناطق از افغانستان را از خط دیورن به این طرف آمد جنگ ها ادامه دارم آیا چیزی را که امضا کردیم به هر شکلی بود او هم تطبیق شده یا نه؟ نظر شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی حاضر در بحث جناب مصباح صاحب جناب استاد فریور و بینندگان محترم کابل نیوز من فکر میکنم که پیمان امنیتی که بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا و امضا رسید در واقع منافع یک طرفه آمریکا را بیشتر تامین کرد تا افغانستان را و افغانستان بیشتر در معرض تهدیدات امنیتی قرار داد اولین مسئله‌ای که در پیمان به او تصریح شده بود دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجی بود که باید آمریکا به این تعهد خود عمل میکرد من فکر میکنم که هم جهان هم افغانستان هم کشورهای منطقه شاهد بودند که به صورت مکرر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان از سوی پاکستان نقض شد منتها آمریکایی ها همچنان سیاست مماشات و سکوت را پیشه کردند جالب اینجاست که در مفاد پیمان هر نوع توسل به زور و همینطور گروه های مسلحی که از سوی یک کشور خاص حمایت شوه تجاوز ارزیابی میشه این در حال است که مطابق این روند طالبا، داعش، سایر گروه ها گروه های افراطی که از کشور خاص مورد حمایت قرار میگیره و در افغانستان علیه مردم افغانستان میجنگه تمامی انواع از اینا میتونه تجاوز ارزیابی شود اما آمریکایی ها در برابر هیچ یک روندها از خود واکنش نشان ندادن این نشان میده که نیروهای ما در محاصره میبوده دقیقاً و کسی با کمکش نمیرس قوای آمریکا یا قوای آمریکایی در حالی که اتحاد دارن بزرگترین یا ملموسترین مصداق تجاوز در واقع جنگ های هست که در برابر دولت افغانستان در حال حاضر جریان داره و بارها نیروهای امنیتی ما در محاصره استراتژیک گروه های مسلح و حامیان این گروه ها قرار داشتن منتها من فکر میکنم که امریکایی ها برعکس از او طرف حمایت کرده به این معنا که بارها هرچند ای از نظر حقوقی شاید قابل استناد نباشه ولی بحث های بسیار جدی مطرح شد که هواپیماهای در واقع ناشناخته گروه های مخالف دولت افغانستان حتی داعش را مورد حمایت قرار میده من فکر میکنم که در یک کشور غیر از آمریکایی ها دیگه قدرت و توان نداره که بخواد این روندها را مورد توجه قرار بده به این شکل بله
لذا من فکر میکنم که در ارتباط با پیمان مصداق روشن عدم تعهد آمریکایی ها را به اثبات میرسانه و متاسفانه ضعف دولت ما را که وقت پیمان امضا میکنه و افغانستان هم به خاطر تامین منافع ملی خود و به حد اقل رساندن چالش های امنیتی خود پیمان با آمریکایی ها امضا کردن علارغم نارضایتی های گسترده، وقتی که در واقع منافع ملی و امنیت ملی افغانستان تامین نشه، من فکر میکنم که این پیمان در واقع کاملا یک جانبه بوده و به نفع آمریکایی ها. سرازی بس میکنیم که یک جانبه بوده و به نفع آمریکاست، لیکن این پیمان یک جانبه و به نفع آمریکا هم اگر از طرف یک جانب تطبیق نشه و مراد نشه، باز پیمان از دیدگاه حقوقی به جای خود میمانه یعنی؟ خب اولا از دیدگاه حقوقی در ارتباط با امضای پیمان در واقع نقدهای بسیار جدی و علمی میتونه بر ایروان وجود داشته باشه که وقتی مردم افغانستان رضایت نداشتن از ای و دو تا فرد در واقع آمدن ای پیمان را بسیار شتاب زده بدونی که مشوره های تخصصی لازم صورت بگیره و این را به عنوان اولویت دولت وحدت ملی خود مطرح کردن امضا کردن، پرسش افکارمی امروز این است که چقدر منافع ملی افغانستان از امضای پیمان تأمین شده. یک پرسش بسیار جدی است که من فکر میکنم متوجه کسانی میباشه که به صورت شتاب زده در امضای پیمان بدون کدام درنگ و تعاملی این پیمان امضا کردن. در مرحله دوم ای که در واقع آمریکایی‌ها به تعهد خود در این پیمان عمل نکرده، من اشاره کردم که این پرسش برمیگرده به رهبران دولت وحدت ملی افغانستان، چون اینا از منافع ملی افغانستان نمایندگی میکنن. حداقل امروز باید پرسان میکنه. دقیقاً آمریکایی‌ها به دنبال تامین منافع ملی خود میباشن. قطعاً اگر بتونه پیمان‌های پرمخاطره‌آمیزتر برای افغانستان را هم شاید تحمیل بکنه، ولی دولت مردان ما به خاطر که در واقع از مردم افغانستان نمایندگی میکنه، اینا باید به مردم افغانستان پاسخ ارائه بکنه که من فکر میکنم تا حال را چیزی مشاهده نشده که پیمان بتونه به نفع افغانستان ارزیابی شود. درست. مصاحب دقیق ترون چیده ده مقدمه که په ډیر واضح شکل اتکاتی د 1929 کال مشورتي لوی جرګی باندې چې دا غي پریکړه په اساس باندې نو دا تړون د افغانستان امنیتی او دفاعي تړون امضا شوی دی او ترتیب شوی دی، لیکن په دغه تړون کې هغه یو دیش موارده د جرګی پیشنهادونه او پریکړه چې وي هغه په نظر کې نه دي نیول شوی، به دغه چې هغه فرق هغه تغییر پکې راشي مسوده کې او ماغه په خوانې مسوده د جرګې نه مخکې کوم مسوده چې وا هغه امضا شول مقدمه کې اتکا په ماغه جرګې کې، لیکن د جرګې پریکړه په دې تړون کې هیڅ نشته. دا تناقض ست اصل لري په حقوقي لحاظ باندې په تړون کې. ډیر مننه د لوی څښتن په نامه ډیر دروند استاد فریور صاحب نظری صاحب او تاسو ته سلامونه او نیکه هیلې او درنګه درنو کتونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په اساسي توګه کوم بحث وکړو، یو حقوقي سند باید له یوې مرجع نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي. د افغانستان حقوقي نظام په مجموع کې ټول تعریف شوی ده او هر نوع سند د مرجع معلومه ده. په همدغه اساس باندې دغه امنیتی تړون چې د افغانانو او د امریکایانو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تر مخه د تصویت مرحله، د تحقیق مرحله او ترڅنګ چې کبه مشورتي عنعنوي لوی جرګه په 1929 کال کې رامنځته شوله، د دې اصلي موخه همدا ولا چې دغه قرارداد یو عادلانه قرارداد ووسی، په دې کې د خلکو نظریات په نظر کې ونیول شي او کوم هدف چې د امنیت راوستل دي، د تروریزم پر وړاندې مبارزه و د تهدیداتو د دفع داخلي او خارجي تهدیداتو چې افغانستان ملي حاکمیت تر سوال لاندې راځي، د دې دفع لپاره ول دا د دغه شی لپاره د لوی جرګې دایره شوله. ولې په تاسف سره باید وایو چې سیاسي برخوردونه تر دې حده پورې ول چې حتی هغه یو دیرش موارد چې د لوی جرګې لخوا نه په نظر کې ونیول شول، مشورتي لوی جرګې لخوا نه دا په نظر کې ونیول شول، د دې ترڅنګ دغه
پیمان ده هر کنوانسون دی ویانا کنوانسون چه دی هندغه قراردادونو دی حقوق لپاره رامنسته شوی ده، یعنی په هغه ترڅ کې چې نړیوال قراردادونو کې نقص رامنسته کیږي او هغه نقص بیا دی هندغه کنوانسون په اساس ارزول کیږي، دا انډول هم په نظر کې ندی ول شوی. په دې معنی چې په شپږویشتو مادو کې څوارلس ماده عمومي بحث شوی ده، دولس ماده د افغانستان مکلفیتونه د امریکا پر وړاندې شوی دي، یوازې دوه ماده دي چې د امریکا تکلیف یې روښانه کړی ده چې د افغانستان پر وړاندې شي، ولې دا هم مطلق وعده نه ده، هغه هم د سی په خواهد او شاید د سی کلمات استفاده شي دي چې له حقوقي لحاظ نه تړون کې باید نه وي، هغه باید حقوقي لحاظ نه هغه ځای نه لري په دې کې. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې همدغه نیمګړتیاوې ولي چې نن سبا دا پیمان نه تنها چې پلی نه شو بلکې دا له حقوقي لحاظ نه لغه اول نه هم خپل ستونزې درلودلې. نو دغه اوسنی وضعیت چې ورسره مخامخ شوي ولو ګرچند د کمیسون د دغه مشترک کمیسون چې د دې پیمان د 15مې ماده پر بنسټ رامنځته شوی ده، د دې هدف هم دا ده چې د تطبیق نه څارنه وکړي او ولی دوی یو طرز العمل ته هم ضرورت لري، خو زه فکر کوم چې دوی ډیر ناوخته په کار وسم شروع کړی ده، ولی د دوی اډاندې کمیسون مخه هم دا ده چې د اجراءاتو نه ټول جریان نو یعنی بیا نو مشروعیت د دې تړون لکه څنګه چې تاسو ویلې د وی خوانه دغه تناقض چې ما خپل کمه تر کې بل خوانه اغه موارد چې تاسو یاد کړل، نو دغه خبرو په موجودیت کې د دې تړون حقوقي مشروعیت څنګه کېږي؟ یعنی افغانستان نو بیا مکلفیت مکلفیتونه چې افغانستان ته متوجي دي، رښتیا افغانستان مکلف دی په اجرا باندې کنه؟ ګورې که مونږ د نظام له لحاظ بحث وکړو، مونږ د یو مدونه نظام څښتني اصول حقوقي لحاظ نه مدون په دې معنی چې هر هغه تقنیني سند چې جوړیږي د هغه مشخص مرجع له خوا نه باید هغه تصویب شي چې اساسي مرحله ده. نو کله چې په دې کې شک رامنځته کیږي یا په دې کې مثلا داسې اجراءات کیږي چې هغه لغه اصلي مشروعیت سره چې باید مشروعیت ورکړ شي هغه مرجع له خوانه، هغه په ټکر کې وو چې او هغه ستونزه ولري، نو تبان د له حقوقي لحاظ نه ګرچند په شکلي لحاظ شکلیات په نظر کې نیول شي ودي، ولی محتویات چې بیرته د اندغه پیمان د هدف لپاره په نظر کې نیول کیږي، یعنی دلته ګورم موږ تاسو لپاره ډیر مهمه هدف ده چې په سر کې ویل شي ودي چې امنیت تر منځ شي کومه امنیت مونږ امنیت نه لرو، امنیت او دفاع دواړه دي او دفاع دواړه مخ په شاره وندي. نو په دې مول د دینه او چاته ښکاری چې داس په دې کې داسې سیاسي لوبې شوې دي چې د مشورتي لوی جرګې نظریات هم په نظر کې نه دي نیول شوې، او د دې ترڅنګ هغه حقوقي انډول یا هغه حقوقي موازین چې په یو قرارداد کې په نظر کې نیول کیږي هغه د نړیوالو کم خاص کنوانسیون شیدا چې دغه د اصول په مطابق وسی هغه هم په نظر کې نه نیول شوی. د امریکای حقوق پوهان هغه ډیر ښه مسایل د خپل په منافع ډیر ښه جوړ کړی ده، ولې د موږ کومه اداره چې ولا دوی په دې ونتوانیدل چې هغه مسایل په نظر ځکه دغه قرارداد ده، قرارداد کې اصل رضایت ده، نو چې رضایت په هغه ترڅ کې کیږي چې یعنی په ټول موارد باندې پوه شي، نو دلته دغه ضعف د دې عمل شو چې دوی نه توانېدل چې هغه موارد چې لازم دي په یو قرارداد کې په نظر کې ونیسي او چې د موږ ملي منافع پکې یو داسې شی امضا کړي چې نه زموږ ګټه کم تضمین پکې شته دی او نه په حقوقي لحاظ باندې هغه مشروعیت لري، لیکن زموږ حکومت په اوله ورځ باندې حاضر شو چې هغه امضا کړي. استاد فرور، پیمانی که پیمان امنیتی و دفاعی که نه در دفاع افغانستان بمکن و که نه در تامین امنیت کمک کرد و نه تنها که کمک نکرد، زمانی که این پیمان امضا میشد طالب و القاعده بود، حال بلای دیگه به نام داعش هم به وجود آمده، چی داد به مردم ما؟ چرا افغانستان یعنی ما این پیمان موجود باشه دیگه، چرا باید افغانایی رو نخواهیم که یا تغییر بیافه یا بله
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با عرض سلام به شنونده و بیننده همکاران تکنیکی شما شرکای بحث خود آقایان نظری و مصباح با تشکر از تلویزیون کابل نیوز که به یک موضوع فوق العاده مهم و سرنوشت ساز که مربوط به حیات سیاسی و ملی مملکت است پرداخته. از امید تریبیون شنونده و بیننده عزیز حداقل ما و شما را چند بار دیدن که به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان یک فردی که در پوانتون کابل ما تدریس میکنم و 27 سال عمر عزیز خود در ایران خدمت یا وقت خدمت اولاد وطن کردیم، گفتیم که دوستای ما تعریف از منافع الهی افغانستان ندارن. آیا واقعا یا نمایندگان ملت بودن که به عقد همچی یک مایده فوق العاده خطیر و پر از مسئولیت بدون ارزیابی عواقب و اثرات و تبعات مثبت و منفیش پرداختن؟ این سوال هنوز هم سر جایش باقی است. با شتاب و عجله تمام که آقایان غنی و عبدالله پس از مراسم حلف تألیف فردایش یعنی هفت میزان است سال گذشته این مایده را امضا کردن، خودم سردرگم شده بودم و سر کلاواز پیشم گم بود. گفتم شاید بسیار تضمینات قوی را یا از جانب ایالات متحده امریکا گرفته باشن. او تضمینات را که آقای کرزی میخواست و او به دست آورده نتانستید و تا حتما با اطمینان خاطر این تضمینات را به دست آوردن. حال آمدن با شور و شعف این مایده را امضا میکنن، اما پس آن فهمیدیم که ای اردو بیچاره تر از ما و خودت بودن و فقط مکلف ساخته شده بودن که پس از مراسم تحلیف این مایده ننگین امضا کنن. مکلف ساخته شده بودن که مایده ننگین و پر از مسئولیت و پر از اثرات و تبعات فوق العاده ناگوار بر حیات سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان بپذیرن و ملت هم باز متوجه شد که در عمل این مایده نه مایده برای تامین امنیت و برای تامین دفاع افغانستان بلکه علیه امنیت و دفاع افغانستان صورت گرفته. خود ایالات متحده امریکا اداره سیگار که نمیفهم وظیفه از او در کجاست که میگه 30% اراضی افغانستان از برکت همین مایده امروز تحت تصرف مخالفان مسلح دولت است و از 365 واحد اداری افغانستان یا ولسوالی 38 ولسوالی در تصرف مخالفان مسلح دولت است. سقوط ولایت قندوز تا امسال یک فاجعه بود برای نظام و برای کامل در بغلان و عین سرنوشت مشابه بازم در ولایت قندوز مردم فکر میکنند تکرار خواهد شد. ولایت بغلان علی هذا القیاس، ولایت المند و برخی ولایات دیگر همچنان در معرض تهدید است. هنوز مشکل به گفتی از وا مشکل القاعده و طالبان حل نشده بود که پدیده دیگه به نام ظهور داعش ظهور کرد و ایام فکر میکنم که یکی از محصولات چی است مایده همکاری امنیتی و دفاعی بر افغانستان است و طبعا ایالات متحده امریکا نه تنها در افغانستان، در تمام نقاط جهان که در بیشتر از 170 نقطه جهان پایگاه نظامی دارند کوشش میکنه خطر فرضی را اول تولید کنه، بعد از اون خطر فرضی را چاق کنه، برش تبلیغات کنه و افکار ما را توسط از اون بترسانه یا تحت فشار قرار بده و بعدا باز برابردیاره سیاسی خود کنه. موضوع داعش هم در افغانستان فوق العاده برش مطبوعات و رسانه های غربی تبلیغات کردن و شما فکر کنید، یک مثال ساده براتون میتم شنوندگان بیندگان عزیزی که ما را در صفحه تلویزیون میبینن، ارتش 350,000 نفری ما در ولایت بغلان که ما در دوران جهاد شاهد بودیم که یک جبهه نهایتا 50 نفر در جمعی بود، 50 نفر یعنی نهایتا 50 نفر که ما فکر نمیکنم اونجا 50 نفر هم باشه. ارتش 350,000 نفری افغانستان که توسط امریکا به وجود آمده نمیتونه یک پای برق استاد کنه. از این که دیگه خجالت بزرگ و شرمساری بزرگ برای امریکا و برای حواریون امریکا و برای این دست نشاندگان امریکا در افغانستان دیگه چی است که بیان از خود دفاع کنن، سوال معنی است که
مایده امنیتی که در نتیجه از او ما از یک پای برق خود دفاع کرده نمیتونیم. چی برسد که دفاع و امنیت افغانستان عنوان این مایده، مایده امنیتی و دفاعی افغانستان است، نه دفاع از کشور و نه امنیت افغانستان و ادامه جنگ، بی‌ثباتی و مضاف به او پدیده ظهور آمدن پدیده داعش. پس چرا این مایده باید باشه وقتی از اون نرسیده که افغانستان سرزمی فکر کنه که باید؟ خب امریکایا وقتی که مایده را بر آقای کرزی، مایده کلان و بعدا مایده همکاری های دفاعی و امنیتی را بر آقای غنی و عبدالله تحمیل کرد و پیش فرضای خود داشتن و عواقب و اثرات از اون را پیش از پیش میفهمیدن. بنان هم حکومت فاقد مشروعیت ساختن و هم پارلمان، هم یک پارلمان مسخره، یک پارلمانی که هیچ گونه مبنای حقوقی نداره، یک پارلمان فرا قانونی است. ما فقط گفت میره پارلمان شورا ولسی جرگه سرپرست باید بگویم. در هیچ جای قانون، در هیچ سند تقنینی ما به نام پارلمان سرپرست چیزی نداریم. امریکا هم در قصد این کار کردن. حکومت موجود، حکومت که برآمده از جیب جان کری است، نسخه به حساب چی است؟ باراکوموا در کشورهای معروض به بوران است که در اوجا باید حکومت وحدت ملی با وجود می آید که نو مشق میکنن که در سوریه با وجود به همی سرنوشت نکبت بارا میخواهند بر در سوریه هم چی کنن؟ تکرار کنن یا در لیبیا؟ بران و فکر می از اول فکر میکردن که ما نباید مؤسسات واقعا منبعث و نماینده از اراده ملت دیجا داشته باشیم که اگر می داشتیم خوبا سوال میکردن. شما متوجه امروز کسی نیست که سوال اجازه بدین یک نقطه را بگویم. با حفظ حرمت به دوستای خوبی که ما در ولسی جرگه سابق و ولسی جرگه سرپرست موجود دارم که حالا به خواب زمستانی فرو رفتن و خدا کنه که از خواب دیگه بیدار نشن که ملت از شرشان حداقل یک چند وقت مسون باشه. وقتی که مایده هم کاره امنیتی و دفاعی امضا شد، دیدیم که همه پارلمان که وقت مقداری از مشروعیت داشت چنان تدمه و چنان تخویف و چنان تهدید شد که چشم و گوش بسته در یک روز دستا بالا شد و کارتای سبز و عنوان علامه تایید بلند شد. حتی کسایی که آقای نظری میفهمند که شو امریکا را میگفتن شیطان بزرگ، او از کل کده اولتر کارت سبز به دستشان بلند بود. بسیار جالب بود. باز پسان باز بعض از او وکلا که من به شکل شوخی پرسان میکردم که وطندار چرا بجاله کارت سبز بلند کردی؟ گوالا استاد خودت نمیفهمی. ما گفتم ما نمیفهم ظاهرن، خوالی میفهم که چرا کارت سبز شما بلند کردین. خب بنان آله دیگه نه حکومت میتونه ای چی را ای پیمانه چی کنه تحت سوال قرار بده که فاقد مشروعیت است و نه ولسی جرگه که فاقد مشروعیت است. فقط یک را میمانه، اول بانوان مسلمان باید دامن خدا را بگیره که خدا ما را از شر یزیا خلاص کنه و دوم اگه این ملت بی‌حس و این ملتی که در خواب فرو رفته و انستیزی شده و به جزایر قومی و مذهبی ایره چند تا خائن و قلدر تقسیم کرده، این ملت با حال خود بیا و تشکر میکنم که حداقل ما را فرصت دادین که برای ملت بگین که ملت از خواب غفلت و از گروگان و قلدرهای قومی و مذهبی خود خلاص کنن. ما یک ملت مسلمان هستیم، دیروز و امروز آینده مشترک داریم و برای نجات افغانستان باید بسیج شویم. تشکر. یوالند دمل رو دمین روستا بسته دمور کن.